در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا زمانی که کوریای شمالی خلع کامل هسته‌ای را اجرا نکرده، هیچ کاهشی در تحریم بر آن کشور ایجاد نخواهد شد. واکنش تازه وزیر خارجه ایالات متحده در مورد اظهارات تکان دهنده ضیاء مسعود در مورد جنگ و ناامنی‌ها در شمال افغانستان و واکنش ارگ و عید فرا رسید. هراس و امید افغان‌ها چیست؟ در برنامه امروز ضمن پوشش خبری از آمادگی‌ها به خاطر تجلیل از عید فطر، ناگفتنی‌های از ناشناس هنرمند شهیر افغان را نیز در مصاحبه اختصاصی با نشر خواهیم سپرد. با ما باشید. من کسایی که یک شعر انتخاب میکنن همین باید زیر سانسور باشه که چیزی آموزندگی در او هست یا نیست. سلام، سیر زیا هستم و برنامه خبری امروز پنجشنبه 14 ماه جون سال 2018 خوش آمدید. دوستا، فرا رسیدن عید سعید فطر به همه ایتان تبریک میگویم. برنامه امروز در فیسبوک دریه صدای امریکا نیز به گونه مستقیم نشر میشه و امید است تا پایان برنامه ما را همراه باشید. مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده همونطوره که شنیدین بار دیگر تاکید میکنه تا زمانی که شبه جزیره کوریا به گونه کامل از وجود سلاح هسته‌ای پاک نشود، تعزیرات در برابر آن کشور ادامه خواهد داشت. مایک پمپئو این اظهارات را امروز در یک نشست سه جانبه با وزرای خارجه ژاپن و کوریای جنوبی و در واکنش به یک گزارش رسانه‌ای دولتی کوریای شمالی امروز داشت. در این گزارش آمده است که گویا رئیس جمهور ترامپ این دیدار با رهبر کوریای شمالی بر رفع تدریجی تعزیرات در برابر پیونگ یانگ موافقه کرده است. جزئیات بیشتر در مورد سخنان وزیر خارجه ایالات متحده را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و هم اکنون از جلب امارات کانگرس در برنامه با ما است. عزیز جان، بازم سلام، خسته نباشی. موارد دیگه که سه وزیر سه کشور رویش بحث کردن، مشخصا در مورد توافقنامه هسته‌ای با و یا هم توافق دو رهبر چی بود؟ تشکر آقای ضیا. در بحث که نداشتن روی دو نکته که نکته اولش این موضوع خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا بود و تطبیق این روند بود و هر سه کشور حمایت مشترک خود را به خاطر تطبیق می روند یا خلع سلاح اتمی شبه جزیره کوریا اعلام کردند. و موضوع دوم یا نکته دوم او حضور نظامی آمریکا در منطقه بود که وزیر خارجه کوریای جنوبی در اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر پایان دادن به تمرینات مشترک بین آمریکا و کوریای جنوبی گفت که ائتلاف نظامی بین هر دو کشور قوی باقی خواهد ماند و هر نوع تصمیم در این مورد از طرف هر دو کشور گرفته خواهد شد. در این حال باز وزیر خارجه ژاپن نیز اطمینان داد که حضور نظامی امریکا در ژاپن کاهش پیدا نخواهد کرد. ولی در ارتباط با موضوع اول که موضوع خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا بود، وزیر خارجه ایالات متحده گفت که حمایت ژاپن و کوریای جنوبی در این مورد حیاتی است. مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده امروز پس از یک نشست سه جانبه با وزرای خارجه کوریای جنوبی و ژاپن باری دیگر تاکید کرد تا زمانی که شبه جزیره کوریا به گونه کامل از وجود سلاح هسته‌ای پاک نشود، تعزیرات در برابر کوریای شمالی ادامه خواهد داشت. ما باور داریم که رهبر کوریای شمالی فوریت خلع سلاح اتمی را درک می کند و می داند که ما باید این تعزیرات را که برایش تعزیرات ملل متحد گفته شود رفع سازیم. اما تا زمانی که ما شاهد خلع سلاح کامل اتمی کوریای شمالی نباشیم، این تعزیرات رفع نخواهد شد. مایک پمپئو این اظهارات را پس از یک گزارش رسانه دولتی کوریای شمالی ابراز داشت. تلویزیون دولتی کوریای شمالی گزارش داده که گویا رئیس جمهور ترامپ حین دیدار با رهبر کوریای شمالی بر رفع تدریجی تعزیرات در برابر پیونگ یانگ موافقه کرده است. اما وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که موقف رئیس جمهور ترامپ در مورد ترتیب برداشتن گام‌ها در این روند بسیار واضح بود و اینکه اشتباهات گذشته دوباره تکرار نخواهد شد. زمانی که به اشتباهات گذشته اشاره میکنیم، این اشتباهات در حقیقت قبل از اینکه خلع سلاح کامل اتمی باید صورت میگرفت و کوریای شمالی سهولت‌های اقتصادی و مالی را فراهم میکرد، اما این کار دیگر صورت نخواهد گرفت و رئیس جمهور آن را واضح ساخته است. در دیدار امروز وزرای خارجه ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن
هر سه مقام گفتند که از توافق میان واشنگتن و پیونگ یانگ و از بین بردن کامل و برگشت ناپذیر برنامه هسته‌ای کره شمالی متحدانه حمایت میکنند. نکته اول و مهم دیدار امروز ما در مورد نشست رهبران امریکا و کره شمالی بود که هر سه ما از اعلامیه مشترک این نشست که در آن رهبر کره شمالی تعهد محکم و خلل ناپذیرش را برای حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره تصریح کرد استقبال میکنیم. This is only the beginning of a challenge. این تنها آغاز یک روند دشوار اما عالی به خاطر به دست آوردن هدف مشترک ما می باشد. منظور از هدف مشترک ما صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن از طریق از بین رفتن کامل و برگشت ناپذیر تمامی سلاح کشتار جمعی و میزایل های بالستیک کره شمالی می باشد. رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پایان دیدار دو روز قبلشان در سنگاپور یک سند را امضا کردند که رئیس جمهور ایالات متحده آن را همه جانبه خواند. در این سند رهبر کره شمالی تعهد محکم و خلل ناپذیرش را برای آریسازی کامل شبه جزیره کره از وجود اسلحه هسته‌ای تصریح کرده و رئیس جمهور ترامپ به ارائه تضمین امنیتی به پیونگ یانگ تعهد کرده است. احمد ضیاء مسعود، یکی از رهبران جمعیت اسلامی میگوید که در شمال افغانستان گروه های مرتبط با حزب جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی که از حکومت مرکزی ناراضند به جنگ پرداخته و اکثریت گروه های جنگ در شمال از جمعیت اسلامی است. احمد ضیاء مسعود که امروز در مراسم سالگرد درگذشت سالم ایزدیار صحبت میکرد به طور مشخص گفت که در فاریاب و جوزجان گروه هایی که جنگ می کنند جمعیتی یا جنبشی است. بی‌ثباتی و ناامنی تنها این مسئله طالبان نیست. عمل بسیار گروه هایی که در شمال جنگ می کنند اکثریش گروه های جمعیتی است. در فاریاب در جوزجان گروه هایی که جنگ می کنند یا جمعیتی است یا جنبشی است. این به خاطر است که مردم نتیجه مشارکت سیاسی خود در یک روند سیاسی به شکل شفاف نمی بینند. وقتی که من حضور خود در ساختار نبینم، وقتی که نتایج رأی خود نبینم، مسلماً تفنگ میگیرم برای علیه حکومت جنگ شروع میکنم. احمد ضیاء مسعود به لحجه تند از رئیس جمهور غنی یاد کرد و گفت که وی قاتل مظاهره کنندگان جنبش رستاخیز و تغییر است. آقای مسعود رئیس جمهور غنی را متقلب و تعهد شکن خواند و گفت که در وجود وی انتخابات شفاف امکان ندارد و باید یک حکومت موقت یا لویجرگه تشکیل شود. ارگ ریاست جمهوری با صحبت‌های احمد ضیاء مسعود عکس العمل نشان داده میگوید که ادعاهای وی بی اساس و نادرست است. ادعاهایی که امروز از سوی شمار شخصیت‌های سیاسی در رابطه با کارکرد حکومت وحدت ملی مطرح شد از اساس به بنیاد و غلط است. ما انتظار داریم که شخصیت‌های محترم سیاسی در صورتی که اسناد و مدارک داشته باشد شهامت و جرأت اخلاقی به خرج بدهند و ای اسناد خود به نهادهای عدلی و قضایی ارائه فرمایند. در این نشست هادی مسلمیار یا هم فضل هادی مسلمیار از احمد ضیاء مسعود انتقاد کرده و گفت که اگر رئیس جمهور غنی قاتل و یا متقلب است آقای ضیاء مسعود هم زمان شریک آقای غنی بود. بر اساس توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی هم 184 عضو حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از زندان‌های افغانستان امروز رها شد. نظیر زاهد کارشناس کمیته رهایی زندانیان شورای عالی صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که 184 زندانی حزب اسلامی از زندان‌های بگرام و پل چرخی و بقیه آنان از زندان‌های ولایات رها شدند. با این حال حزب اسلامی افغانستان حکومت را به عدم پابندی به تعهداتش با این حزب متهم می‌کند. فضل غنی حقمل یک عضو تیم مطبوعاتی حزب اسلامی گفت در شورای امنیت ملی توافق شده بود که 269 زندانی را حکومت آزاد می‌کند. پس از امضای موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی این چهارمین بار است که حکومت به صورت جداگانه زندانیان حزب اسلامی را آزاد می‌کند. حزب اسلامی گفته است که هنوز هم صدها زندانی این حزب در زندان‌های افغانستان هستند. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان هفته گذشته در نشست خبری گفته بود که آزادی بدون قید و شرط این زندانیان به معنای پامال کردن عدالت است. و عالمان دین در ولایت هرات
با برگزاری یک گرد همایی حمایت خود را از آتش بس دو جانبه بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در روزهای عید بیان داشتند. علما و روحانیون ولایت هرات از هر دو جانبه درگیر در جنگ افغانستان میخواهند تا با تمدید زمان این آتش بس از کشتار افراد ملکی و نیروهای نظامی جلوگیری کرده و به خشونت ها در این کشور نقطه پایان بگذارند. خلیل نورزایی از هرات با گزارش. این روزها ولایت هرات شاهد موج گسترده از حمایت ها از پروسه آتش بس موقت بین حکومت افغانستان و گروه طالبان است. روز پنج شنبه نیز بیشتر از 100 تن از عالمان دین و ملا امامان مساجد در ولایت هرات با برگزاری یک گرد همایی حمایت خود از پروسه آتش بس موقت را اعلان داشتند. این روحانیون ضمن تشکر از رهبران حکومت افغانستان و گروه طالبان آتش بس موقت را گامی مؤثر در راستای تامین امنیت و رسیدن به صلح پایدار در این کشور بیان می‌کنند. ما حمایت میکنیم از همین صلحی که اینها سروزی کردن، پیمان سروزی بستن و همین تداوم پیدا بکنه و ما هم استقبال گرم جانانه میکنیم. حمایت از همین صلحی که از جانب دولت پیشنهاد شده و همچنین مخالفین دولت به نحوی او را پذیرفتند که در روزهای عید مردم ما باشه که در امن و امان و آسایش زندگی بکنن و ما امید ببریم که این مقدمه باشه برای صلح پایدار در کشور عزیز ما افغانستان. رئیس اداره حج و اوقاف ولایت هرات نیز بر این باور است که آتش بس موقت می تواند زمینه آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی و دسترسی به صلح سرتاسری در افغانستان را فراهم نماید. این پروسی آتش بس خواهان تداوم هستند که این تداوم پیدا بکنه و نهایتش ما به یک مذاکرات بین الافغانی در بین هر دو گروه انشاءالله به نتیجه برسیم که صلح دائمی برای ملت عزیز خود هدیه بدیم. همزمان با این نشست عالمان دین، ده ها تن از فعالان مدنی و اعضای کمیته دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در ولایت هرات نیز با برگزاری نشستی خبری حمایت خود از برنامه آتش بس موقت بین حکومت وحدت ملی و گروه طالبان را بیان داشتند. فعالین مدنی بر این باور هستند که این آتش بس یک اقدام تاریخی هست و یک اقدام بی‌نظیر هست در تاریخ منازعات مسلحانه افغانستان و امیدوار هستند که این اقدام یا این آتش بس راهگشا و کلیدی باشه برای صلح دائمی در افغانستان. روز گذشته نیز ده ها تن از جوانان ولایت هرات با تجمع در مقابل دفتر کار والی این ولایت آتش بس را یگانه گزینه پایان دادن به جنگ‌های چندین دهه اخیر در افغانستان خواندند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات. در کابل هم مردم در حال آماده استقبال از عید سعید فطر شدند که بهای مواد خوراکی و میوه‌های عیدی افزایش یافته است. شماری از باشندگان این شهر می‌گویند که با این هم آنان امیدوار هستند که این عید به دور از جنگ و خشونت‌ها سپری شود و طرف‌های درگیر آتش بس را نقض نکنند. در 10 سال اخیر این نخستین بار است که حکومت افغانستان و طالبان در جریان روزهای عید حداقل آتش بس را اعلام کردند. آمد عید و جنب جوشی که کابل را فرا گرفته است. اینجا یکی از بازارهای محلی در گوشه از شهر کابل است که این روزها پر از کسان است که لباس و میوه های عیدی می خرند. هرچند قیمت ها افزایش یافته است و به گفته مردم هیچ نظارتی بر فروشات وجود ندارد. متاسفانه که میبینم واقعا یک ذره نرخ بالا است، مجبور هستیم چون عید از همین رسم و عنعنات و کلچر و فرهنگ مردم ماست. فروشگاه های پوشاک نیز فضای عید به خود گرفتند و در کنار مردان خیلی از زنان هم برای خرید به فروشگاه ها آمدند. نه تنها این که حتی باشندگان ولایت ها نیز برای تهیه نیازمندی های عید به شهر کابل آمدند تا آنچه را که دنبالش هستند با کیفیت بهتر تهیه کنند. پارسال خیلی خوبی بودم، سال خراب است گفتم. مردم غریب است دیگه، پیسه هم ایشان نیست که میخی خراب است بابا. امسال خیاطان هم میگویند که بازارشان همانند پارسال رونق ندارد. به علت افزایش جنگ و خشونت هایی که بر زندگی تمامی افغان ها سایه افگنده اند. مردم آرام نیستند و اوضاع امنیتی خوب نیست. به خاطر کارا کمی کمتر است. قسمی که هر سال می بود امسال نیست. حکومت افغانستان هم اعلام کرده است که برای تامین امنیت روزهای عید به شمول کابل در تمامی ولایت‌ها احضارات اعلام شده است. وزارت داخلی افغانستان نیز میگوید که به فرماندهان پلیس تمامی ولایت‌ها دستور داده شده است تا تدابیر جدیدتری داشته باشند.
ایده که فردا نخستین روزش است، نخستین ایده خواهد بود که حکومت افغانستان و طالبان همدیگر را نشانه نخواهند گرفت. مردم میگویند که اگر این آتش بس تمدید شود، روزهای پس از عید هم کمتر از عید نخواهند بود. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، کابل. با ختم ماه رمضان و فرارسیدن عید سعید فطر، دختران مسلمان پیشاهنگ در ایالت ورجینیا، ایالات متحده، با یک ابتکار میکوشن تا مردم را به جمع‌آوری پول یا اعانه برای کمک به بنیادهای خیریه و پروژه های آینده دعوت کنند. همکارم گزارش را در این مورد آماده ساخته. میکوشم به خدا و کشورم خدمت نمایم. این گروه دختران مسلمان صنف پنجم که در تیم سارندو یا پیشاهنگ به همین تعهد آغاز می کنند، اما هر ملاقاتشان از هم متفاوت می باشد. با فرارسیدن عید ما تصاویر باید تهیه کنیم که بیانگر مراسم عید است. پس همه ما مواد را می آوریم و عکاسی می کنیم. آنها از این عکس‌ها کارت‌های تبریکی تهیه نموده و آن را از طریق شبکه‌های فیسبوک به اشتراک گذاشتند که با عکس العمل‌های فراوان روبرو شدند و برایشان بیش از 600 فرمایش رسید. کی کدام یک را به اشتراک گذاشته است؟ ما هر دو مشترکاً کار کردیم و به نحوه این یکی را تهیه کردیم. اعضای این گروه در نظر دارند تا از جمع‌آوری پول این کارت‌ها برای بنیاد خیریه برای برنامه‌های آینده‌شان کمک شود. اما نخست آنها به یک تیم کاری نیاز دارند تا این کارت‌ها را با سفارش‌های داده شده مطمئناً تهیه و ترتیب نمایند و سپس با وقت معین از طریق پست بفرستند. این یک کار دست جمعی است، زیرا یک جا کار می‌کنیم و می‌اندیشیم تا از ترکیب کدام عکس‌ها کارت را بسازیم. اما کار ما تمام نشده، زیرا هنوز هم فرمایش می‌آید. بنابراین این گروه شدیداً کار می‌کنند و در مسیر تجربه این کار آفرینی میخواهند این فرمایشات را به اتمام برسانند. ما همه یک اتحادیه خوبی را تشکیل میدهیم و همه دوست میشویم و همه از سابق یکدیگر را میشناسیم. ممکن از سن 5 سالگی ما همه همدیگر را خیلی میشناسیم و دوستان خوبی هستیم. این دختران پیشاهنگ فعالیت های مختلف را برای به دست آوردن به هدف انجام میدن و با نوآوری ها به ساختن کارت عید میپردازند. ما همه مسلمانیم و گروه دختران پیشاهنگ هستیم و تلاش داریم تا گوشه ای از ترکیب فعالیت های اسلامی را به نمایش گذاریم. خوب، این گروه دختران میگوین آنچی را که انجام دادن کار خوب است و از این سرگرمی لذت میبرن. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها. تلویزیون آشنا، صدای امریکا، منبع اخبار موثق و گزارش های جامعه. دوستان، صادق فطرت ناشناسه که در نهایت ممکن شناسای و یا هم آشنای خوب همه شد، در مصاحبه اختصاصی با همکار ما عبدالله رگزی در مورد ناگفتنی های خود و آنچه در کتاب خود نوشته است صحبت می کند. ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. دکتر صادق فطرت ناشناس یکی از پیشکسوتان موسیقی افغانستان است که بیش از 6 دهه صدها آهنگ به زبانهای دری، پشتو و اردو سروده است. ناشناس در سال 1935 در قندهار به دنیا آمد. او موسیقی را به طور مسلکی در هند آموخت و در رشته ادبیات دکترا دریافت نمود. ناشناس در این اواخر کتابی را به نام نیم قرن با ترانه های ناشناس و چاپ رساند که اولین کتاب یک هنرمند افغان است که در آن اشعار منتخبش، باراگ ها و خاطرات هنریش تشریح داده شده است. من اینجا نیم قرن نوشته کردیم برای دی که میخواستم که عنوان یک ذره مختصر باشه. اصلا 65 سال میشه، 6.5 دهه با ترانه های ناشناس. اینمی سرودهای به زبان فارسی و دری، پشتو و اردو
هندی همین را که خواندیم در طول می 60 سال همون را در کتاب مجموعش جمع باشه زنده کدام راگ ها خوانده شده بود کدام تال خوانده شده آیا کتاب نیم قرن با ترانه های ناشناس رهروان موسیقی میتونن به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار بدن؟ محصول تجارب 65 ساله مثل این کتاب یک رهنمود شده میتونه برای اونا که میری چکر من یقین دارم که اونا اگر میره به دقت بخونن اثری که به وجود میارن یا شعری که انتخاب میکنن از اونا که بهتر خواهن در موسیقی کمپوز یا شعر کدام یک میتونه بیشتر آهنگ دلپذیر بسازه؟ شعر در موسیقی ما بسیار زیاد ارزش داره جهان دیگه امکان داره شعر هم اونجا رول داره اما خود آله ساز هم گپ میزنه برای مردم اینطور یک نوازنده ای که بتوانه برای 3 ساعت 4 ساعت مردم مصروف بسازه یعنی سازش گپ بزنه برای مردم به یه درجه رسیده باشه ساز مثل که یک نفر مثلا اروپایی می سر پیانو میشینه و برای 3 ساعت 4 ساعت اما شنوین داره مصروف خود می‌سازه هم وایلون می‌نوازه یک نفر می گیتار می‌نوازه یا یک ارکستر می باشه اونا چی می‌کنه ما اما تر یک نفر با می سویه ندارم زمان آوازخانا اشعار زیبا و ناب انتخاب میکردن اما حال میبینیم اکثرا شعر از اونا زیادتر قابل تعریف نیست امی سرودها اشعاری که انتخاب میشه باید متعهدانه و ملتزمانه باشه اما کسایی که یک شعر انتخاب میکنن همین باید دیر سانسور باشه که چیزی آموزندگی در او هست یا نیست حتی آنگاه محلی؟ حتی محلی هم محلی هم بازی ها همطور چی دارن فرض میکنم دو بیتی های بسیار مبتذل و پیش با افتاده دارن اما باز دو بیتی های نابست ما 4 بیتی میگم نابست و مطلبش نابست و چندین نسل سر از او کار کرده آهنگ در بدره استقبال شد و در این حال کسان هم بودن که مخالف سرودن یا آهنگ توسط شما بودن چرا؟ امی خواندنه که من خواندم یک این مثل یک اکتوری که یک نقش یک دیهاتی و روستایی را ادا میکنه محرومیت جوان ها را در جامعه نشان میکنه اینجا یک کسی هست که میخواید یک دختر میبینه خوشش میاد ادا و اطوارش چهرهش حرکاتش خوشش میاد اما جرأت نداره که با او آمیزش کنه و با او در بیرون بگرده و برای دختر برادر کلان داره و دختر پدر داره و دختر خیف قوم داره اونا چه میکن که امروی یک مرد بیگانه چطور تو میگردی بیا یعنی محرومیت تا این اندازه میشه که این میخواید که با دسمال تبدیل شوه و دسمال باز باد بیایه در 6 میلیارد یا 7 میلیارد نفوس در گردن همو کسی که این میخواه در گردن از او باید بیایه و در اونجا سر به خوابانه که نصیب شوه همین محرومیت جوان ها را میشه دکتر فطرت در ابتدا زیر نام های مستعار بیباک، پرواز و راستنهاد میسرود و بعد نام ناشناس را انتخاب نمود چرا ناشناس؟ در خانواده مذهبی و روحانی به دنیا آمده 5-6 نسل گذشته را که من به یاد دارم همگی آخوندزاده ها و آخوندها و ملاها و مولوی ها بودن به شمول پدرم که به نام مولوی محمد رفیق حبیبی یاد میشد امینا بودن دیگه این چیز موسیقی در بین از اونان رو بدعت بودن و بالاخره پدر شما از اونر شما آگاه شدن؟ چه قسم؟ در شعبه ششته بودن پدر ما یک نفر در آمد گفت مولوی صاحب تبریک پدر ما مولوی صاحب میکنه تبریک باز گفتن از چه خاطر؟ گفت از خاطر بچه شما ناشناس پدرم که میشنید همیشه میگفت که نمی هر کس که هست او هندوستان باید خورده باشه شو که پدر آمد مرا خواست گفت اول خواست لحاظ پرینسیپ مخالف هستم همراهی که یک راد خانه مرا بعد از 4 سال یک نفر از بیرون همون برای ما میگه دستان را بلند کنم گفتم شما موسیقی را خوش ندارین تعصب داره من رایش گفت کی میگه که من تعصب دارم تعصب ندارم همراهیش منطقه همراهی فرهنگ عقب مانده خود همراهی زمان تعصب دارم که او هنوز حاضر نیست که یک خواننده را بپذیری همونطوره که لازم هست لطفا در مورد زندگی شخصی تان صحبت کنین چی وقت ازدواج کردین چند اولاد دارین
43 سال از آرسی میشه و سه اولاد دارم. بچه کلانم 41 سال است، بچه خورتر از او 39 سال است، دخترم 37 سال است. زندگی خود راضی هستم، عادی زندگی، عادی و نرمال. آیا فرزندهای شما رای شما را تعقیب کردن؟ یکی از اونا به موسیقی هم علاقه ندارن، به شعر هم علاقه ندارن، به کلی رای دیگه گرفتن. و ملامت هم نمیکن برای دی که امام جعفر صادق گفته بود که اولادهایتان فراموش نکن که اولاد زمانه هستن. اونا هم اولاد زمانه هستن، همین چیز خوش ندارن، زور نمیشه. مثل که پدرم هم سر ما زور ناورده بود، ما خودم هم راه را انتخاب کردم. دوستا، و در نهایت تیم کرکت افغانستان امروز نخستین مسابقه پنج روزه تست یا تست مچ را با هند آغاز کرده. همکار ما قدیر مشرف در استودیو با ما هستند و شرح بیشتر در مورد بازی تاریخی افغانستان هند را با خود دارن. دکتر صاحب سلام، چی جزئیات تازه‌ای در مورد دارن؟ سلام سیار جان، تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین مسابقه پنج روزه تست به مساف هند رفت. نرندرا مودی سر اعظم هند، رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس جای افغانستان این مسابقه را افتخار دو کشور خواندند. سر اعظم هند امیدوار است که مسابقه تاریخی کرکت افغانستان و هند روابط کشورهای همسایه را در مبارزه با جنگجویان تقویت ببخشد. البته سیار جان، باید بگویم که هند شعر و خط یا قرعه را برنده شد و تصمیم گرفت بیتن کنه. بیانی گزارش یک جا با هم گوش میتیم، باز در خدمت خود بودیم. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین مسابقه پنج روزه تست خود را در برابر تیم هند در شهر بنگلور هند آغاز کرد که در آن مقامات بلندپایه افغانستان و هند نیز حضور یافتند. نرندرا مودی صدر اعظم هند در برگه توییتر خود نوشته است: برای تیم ملی کرکت افغانستان تبریک میگوییم که اولین مسابقه تست خود را انجام میدهند. از اینکه تیم افغانستان تیم هند را برای این مسابقه تاریخی انتخاب کرده است خرسندم. آقای مودی برای هر دو تیم مسابقه خوبی را تمنا کرده است. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان و راجوردن سینگ راتور وزیر ورزش هند نیز برای تماشای بازی در بنگلور حضور یافتند. البته که یک رویداد تاریخی در تاریخ ورزش افغانستان است. همچنان برای روابط میان دو کشور که علاقمند این ورزش هستند مهم است. بازیکنان افغان تیم ملی ما راه طولانی را در مدت کوتاه پیمودند و این اولین مسابقه تست این تیم در سطح جهان می باشد. وزیر ورزش هند با بازیکنان افغان قبل از آغاز مسابقه دیدار کرد و بیانیه تبریکی را از جانب صدر اعظم هند برایشان ایراد نمود. هند و افغانستان دو برادر جدا ناشدنی هستند. ما کاملا برای تقویت و احیای افغانستان متحد هستیم که شامل ورزش ها نیز می شود. ما البته معلوم دار تیم افغانستان را در پریمیر لیگ هند دیده ایم و برای افغانستان تبریک می گوییم که اولین مسابقه تست را آغاز کردن. تیم ملی کرکت افغانستان عضویت کامل شورای بین‌المللی کرکت را سال گذشته به دست آورد و توانست در ردیف 12 تیم‌های بازیکننده تست برساند. اما تیم هند در جهان در یک موقف بالاتر قرار دارد. برای افغانستان خوب است. مهم نیست که برنده می‌شوند و یا می‌بازند، اما مهم این است که آنها اولین مسابقه تست را با هند انجام می‌دهند. تیم هند بدون ویرات کوهلی کپتان آن تیم به میدان رفته است. کولی قرار بود در مسابقه قهرمانی انگلش کاونتی در ماه جون بازی کند، ولی با صدمه دیدن در گردن خود در پریمیر لیگ هند در مسابقه شرکت نکرده است. قدیر جان، چی چیزهای تازه در مورد بازی میدانین؟ تازه ترین ها چی است و بررسی شما در کل چی است از نحوه بازی؟ سیار جان، اول خویی مسابقه بسیار بسیار یک مسابقه با اهمیت و مهم برای کرکت افغانستان است. تیم مثل هند که در صدر تیم‌های تست قرار داره و افغانستان که تازه سال گذشته شامل شورای بین‌المللی کرکت شد، شورای دائمی بین‌المللی، اعضای دائمی شورای بین‌المللی کرکت شد، بسیار زیاد با اهمیت است. از هر لحاظش برد و باختش عایز اهمیت نیست. اما آن چیزی را که باید بگویم است که پیش از اینکه باران شوه بالرای افغانستان اوقدر زیاد موفق نبودند. اما پس از باران تازه‌ترین نتیجه که پیش ما است، هند 347 دوش گرفته و 6 بازیکن خود از دست داده. راشد خان و همچنان مجیب تونستن یک وکت بگیرن. وفادار مومند هم وکت گرفته و که این جمله بسیار زیاد مهم و با اهمیت است. آقای مشرف تشکر است. جزئیات در برنامه پشتو هم بیشتر بحث در مورد کرکت داریم.
بخش دری هم در همینجا به پایان میرسه، اما طور که گفتیم در نیم ساعت بعدی برنامه پشتو ما ادامه داره و